جلال الدين سيد شوف يك از محافظان سابق رئیس کمیسه آشتی ملی سید عبدالله نوری که با جرم اشتراک در آشوب مسلحانه تحت رهبری جنرال عبدالعلیم نظرزاده به 23 سال زندان محکوم شده بود، روز 4 سپتامبر سال 2022 بعد انجام جراحی در بیمارستان محبس درگذشت. او 50 سال داشت. در این باره یک منبع آگاهی نزدیک به اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان به پایگاه خبری بامداد خبر داد. بنا به اطلاع او جراحی گویا خوب گذشته است، ولی بعد انجام آن مدت نگذشته جلال الدین سیدچایف به طور ناگهانی جان داده است. همصحبت بامداد گفت جنازه جلال الدین سیدچایف را الکی به خویشاوندانش سپردند و او را روز 5 سپتامبر در زادگاهش دهه کنجوک جماعت نوفراج در کنار شهر استرفشان به خاک می سپارند. بسیاری از ساکنان دهه کنجوک جماعت نوفراج اصلا از وادی قراتگین از نوعی رشت می باشند. جلال الدین سیدچایف که بعد ختم مکتب تحصیل دینی گرفته بود، در پایان سالهای 80 به صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اون وقت به طور پنهانی عمل میکرد پیوست و سال 1992 در پی شروع جنگ شهروندی عضو گروه های مسلح اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شد. بعد امضای سازشنامه سال 1997 جلال الدین سیدچایف چندین سال به عیس معاون رئیس کمیسه آشتی ملی سید عبدالله نوری کار کرد. بعدها او را در ازبکستان بازداشت و با جرم همکاری با گروه جمعبای نمنگانی فرمانده نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان به 24 سال زندان محکوم کردند. ولی سیدچایف توانست الکی بعد 2 سال از محبس ازبکستان آزاد شود و به تاجیکستان برگردد. بعد آزاد شدنش جلال الدین سیدچایف در بازار بلخ دکان کشاد و به تجارت مشغول شده دیگر حیات آسایشتر را اختیار کرده بود. ولی در پایان ماه آوگوست و اول ماه سپتامبر سال 2015 همه را خبر علاقت عمر باباجانوف نام جوان در وحدت تکان داد. گفته می شد که کارمندان ملیت عمر باباجانوف را که در یک دانشگاه سنت پترزبورگ تحصیل می کرد و برای تعطیل به وطن آمده بود، برای ریش داشتنش چنان لتکوب کردند که او دیگر به آش نیامده بعد چند روز در روی کت جراحی بیمارستان درگذشت. منابع بامداد می گویند یکی از عاملهایی که سبب آغاز آشوب حاجی علیم شد در اصل همین قضیه عمر باباجانوف بود. جلال الدین سیدچایف و چندین تن دیگر از رزمندگان سابق مخالفین شب 4 سپتامبر سال 2015 مسلح شده برای انتقام به بنای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت حمله آوردند. در زده‌خور در بنای میلیشیا 4 نفر کشته شده. جلال الدین سیدچایف از شکمش چندین زخم تیر برداشت. احوال او چنان وزمین بود که جلال الدین رو برده در مرگ نزد دانشگاه طبی پرتافتند. وقتی که نزدیکانش برای گرفتن مرده او آمدند دیدند که او هنوز نفس میکشد. بعد این جلال الدین را به بیمارستان برده چندین جراحی کردند. جلال الدین سیدچایف تقریبا یک سال در بیمارستان به سر برده و بعد تبابت یافتنش او را با جرم اشتراک فعالانه در آشوب حاجی علیم و حمله مسلحانه به بنای ملیت شهر وحدت به 23 سال زندان محکوم کردند. او در محبس یک در مرکز دوشنبه هدای حکم میکرد. سال پیش محبوسان این زندان را به محبس نوی که در کنار شهر وحدت ساختند گذرانیدند. آشوب حاجی حلیم یک صحیفه پر از روز در تاریخ نوین تاجیکستان باقی میماند.